چه احساسی دارم تو هلند؟ خب قطعا خیلی خوشحالم، چون که توی مدت که اینجا زندگی کردم سعی کردم که همه چیز رو برای خودم به بهترین شکل تغییر بدم و بتونم به شرایط اینجا عادت کنم، چون که من به محیط جدید اومدم و توی شرایط جدید قرار گرفتم و خب اول قطعا یه مقدار سخت بود، چون که بتونم خودم رو با شرایط اینجا وقف بدم و خب چون من به فرهنگ جدید اومدم، به این کشور جدید و خب یه مقدار تو سن کم شاید یه مقدار میتونه سخت باشه برای من، ولی خداشکر تو این 4-5 ماهی که اینجا زندگی کردم خیلی شرایطم بهتر شده و هم به زندگی کردم تو اینجا تقریبا دارم عادت میکنم و هم از نظر فوتبالی و از نظر شرایطی که اینجا بتونم داشته باشم تو تیم و اینکه بهبود ببخشم خیلی بهتر شده. امیدوارم که تولنده بهترم بشه و لطفا این روند رو ادامه بده. در باره NAC خب قبل این که بیام اینجا خیلی مشورت کردم و خب چون این میتونست تو مسیر فوتبالی و مسیر زندگیم خیلی تأثیر داشته باشه این انتخاب و خب الان که بعد این مدت که اینجا هستم خیلی خوشحالم از این انتخابم و اینکه بتونستم NAC رو انتخاب کنم، چون باشگاهی که ریشه داره و خب همیشه فوتبالیستای خوبی رو به باشگاه هلند معرفی کرده و من خاطر همین اینجا رو انتخاب کردم، مثلا کشور هلند رو انتخاب کردم چون فوتبال آکادمیک داره، میتونه رو پیشرفت فوتبالیست پیشرفت فوتبالی جوان خیلی تاثیر داشته باشه و قطعا میتونه انتخاب خوبی باشه برای من و اگه بتونم این روند رو ادامه بدم و شرایطم خوب باشه تو تیم مطمئنم میتونم به پیشرفت بیشتری برسم. هوادارا خوب اولی که اومده بودم اینجا نوع برخورده ای که داشتم، نوع شرایطی که من اینجا داشتم، گفتم یه کالچر جدید برای من و خب خیلی خوب خیلی به گرمی از من استقبال کردم و مخصوصا اول که یه بازی دوستانه قبل فصل داشتیم یه اوپن داخت داشتیم که خب خیلی از من به گرمی استقبال کردن. خب خیلی خوشحال بودم از این قضیه، این که هواداره NAC پرچم کشورم رو تو ورزشگاه به اعتزاز در آوردن و خب این احساس غرور داد بهم و خب خیلی خوشحال بودم از این قضیه، چون که این بهترین استقبال بود میتونست که از من داشته باشه و همون اوایل که اومده بودم اینجا یه سری از هوادارا با پرچم کشور ایران به استقبال اومدن و بهم تبریک گفتم و خوش اومد گفتم و این که تمام تلاشمو میکنم که یه نماینده خیلی خوب واسه کشورم باشم، بتونم فرهنگ ایران اینجا خیلی خوب به اعتزاز در بیارم، این که خیلی خوب اینجا نشون بدم به فرهنگ اصیل ایرانی رو و بتونم پرچم کشورم رو به اعتزاز در بیارم اینجا که بتونم به موفقیت بیشتری برسم، که نشون بدم که یه نماینده خوب میدم برای کشورم توی کشور اروپا. خب برای تیم ملی بزرگسال هر کشور به نظر من آرزوی هر بازیکنیه. خب من قبلا هم گفته بودم خیلی خوشحالم از این وضعیه و اینکه برای تیم ملی کشورم انتخاب شدم برای اولین بار و خب خدا شکر اولین بازی ملی رو انجام دادم و این یه خیلی شانس بزرگی بود برای من و یه افتخاریه، مخصوصا در کنار بهترین بازیکن‌های ایران، در کنار فوتبالیستایی که انتخاب شدن به عنوان بهترین‌های ایران تمرین کنم، بازی کنم، این شانس بزرگی برای من و یه افتخار و خب خیلی خیلی چیزا دخیل بوده تو این قضیه که من خب خدا باشه تونستم تو این سن به تیم ملی دعوت بشم و بتونم بازی کنم برای تیم ملی و اصلا مهمتر این که ما جام جهانی رو در پیش رو داریم و یه شانس خیلی بزرگ و یه میدون هر بزرگ برای هر فوتبالیستیه. امیدوارم که بتونم روند مثبت هم تو باشگاه هم تو تیم ملی داشته باشم که بتونم جزو بازیکنایی باشم که تو لیست نهایی تیم ملی هستن و بتونم برای کشورم افتخار آفرین کنم. میخوام قطعاً الان که من اینجا هستم و الان که خوب دارم به موفقیت های میرسن و شرایطم اینجا مثبته، خیلی ها دخیل بودن، تمام کسایی که واسم زحمت کشیدن تو ایران، همه مربی باشگاه، مربی تیم ملی، پدر و مادرم، خانواده‌ام، همه کسایی که این دوری ها رو دارن تحمل میکنن، این سختی ها رو، همه کسایی که به نزدیکن و این که شاید
بیشتر تاثیرگذاری رو توی پیشرفت من داشتن، تو موفقیت های من. و خب همیشه من دوست داشتم همین موفقیت ها رو باشون شریک باشم. از همهشون تشکر میکنم، از کل مجموعه باشگاه داماش که من از پایه در خدمت این باشگاه بودم و خیلی توی مسیر فوتبالی من تاثیر داشتن، از همه هوادارا و از همه مربی ها، از مدیریت باشگاه و همه مجموعه باشگاه داماش. با امید موفقیت برای تیم داماش، برای مردم استان گیلان و برای تیم ملی عزیز کشورم که به موفقیت بیشتری برسن. ممنونم از همتون.